سلام، امروز در خدمت خانم فرزانه توسلی، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های فوتسال ایران هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم خانم توسلی. بیشک یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتسال ایران هستین. بزرگواریم. واسه اینکه گرم بشیم بریم شروع کنیم یه سری سوالات کلیشه‌ای. حالا بله، چی شد که فوتسال انتخاب کردین؟ فوتسال، خب من از کودکی به فوتبال واقعا علاقه داشتم و خب از سنین پایین فکر می‌کنم رو آوردم به فوتبال و بعدش سال 79 فکر می‌کنم فوتسال برای خانم ها اومد، باشگاه معروف کار ثبت نام کردم، ادامه دادم و دیگه یه جورایی درگیرش شدیم. بله. این فوتبالتون فکر کنم خوب نبود دروازه‌بانی رو انتخاب کردن، چون اصولا بازیکنایی که خوب نیستن میرن تو میفرستن تو دروازه تو بچگی. نه، من واقعیتش اتفاقا بازی میکردم، بعد قرار بود مسابقات بریم، گلرمون مصدوم شد، بعد رفتم تو گل وایسادم، بعد خب تو همون مسابقات همه گفتن که خیلی خوبی و اینا، دیگه این شد که ادامه دادم گلری رو، وگرنه قبلش بازی میکردم. بعد اولین قرارداد حرفه‌ایتون از چه سالی بستین؟ سالشو دقیقا یادم نیست، ولی خب لیگ برتر اولین قراردادی که بستم با استقلال جنوب دسپول بود به سرمربیگری خانم سلیمانی، که همون دوره تونستیم قهرمان لیگ برتر بشیم. و شروع درخشش فرزانه توسلی تو فوتسال؟ شروعشو میتونم بگم که تقریبا سکوی پرتاب، من همیشه گفتم سالی بود که خانم مظفر به عنوان مربی تیم تهران انتخاب شد. خب ما موقع لیگ نداشتیم، مسابقات کشوری بود و ایشون سرمربی تیم تهران شدن. بعد من خب اون موقع خیلی سنم کم بود، من رو به عنوان دروازه‌بان اول انتخاب کردم و میتونم بگم بعد از اون مسابقات یه جورایی سکوی پرتاب من شد. بعد اون موقع من یادم جام حذفی هم برگزار میشد. درست. یه چند دو سه دوره فکر کنم برگزار. الان بله. نیست جام حذفی. واقعیتش تو دل لیگ اومدن، به قول شما یکی دو دوره جام حذفی هم برگزار کردن، خیلی خوب بود به نظرم. خب یه چالش جدید بود کنار لیگ برتر و بازخورد خوبی داشت به نظر من، ولی خب نمیدونم چرا واقعا اونو کلن برش داشتم و کلن کل مسابقات ما معطوف شد حالا به لیگ، که الان هم سوپر لیگ شده. و اینکه فرزانه توسلی شد بیشترین قهرمانی که یه نفر داره رو فرزانه توسلی داره دیگه، درسته؟ بله. چند تا قهرمانی دارید؟ قهرمانی ها زیاد بوده، با راهن تهران، با تجارتخونه بندرعباس، ملی حفاری اهواز، صنعت نفت آبادان، دانشگاه آزاد تهران، پیکان تهران، بعد دیگه نمیدونم از قلم نامینو اصفهان. 10 تا شد. خب امسال فکر کنم 10 بود دیگه. بله امسال 10 بود دیگه. پس از فصل بعد یه ستاره هم باید بزنید لباستون. اختصاصی. بعد این همه قهرمانی داشتین، کدومشون از همه بیشتر بهتون چسبیده؟ به نظرم هر دوره قهرمانی واقعا یه لذت خاصی داشته و خب تا حالا بهش فکر نکردم که کدومش بیشتر بهم چسبیده، ولی خب امسال با پیکان چون یه جورایی از دستمون خارج شده بود قهرمانی و یهو دقیقه 90 همه چی تغییر کرد، دوباره قهرمانی به سمت اون برگشت، من فکر می‌کنم یه چیزی بود که تا ابد تو ذهنم میمونه. خب سالهای قبلش تقریبا میتونم بگم که یه جورایی با اقتدار قهرمان شده بودیم، ولی امسال خب یه جایی لغزیدیم، ولی باز خدا رو شکر. فکرشو میکردید قهرمان شید؟ ببینید تا لحظه آخر چرا یه جایی ناامیدی اومد سمت اون بعد از اون باختی که به نصر توی کرج دادیم. خدا رو شکر خب تو اون سه هفته آخر مساوی که نصر با مثل رفسنجان کرد و بازی که ما تو تهران تونستیم با اقتدار آبادان رو شکست بدیم، همه چی رو دوباره به سمت تیم ما برگردون، همه چی دست خودمون بود که خدا رو شکر تونستیم دوتا بازی آخرم با موفقیت پشت سر بذاریم. و چیزی که من فکر می‌کنم خب از اول فصل حقمون بود، ما دو تا نیم فصل صد نشین بودیم، یه جایی لغزیدیم، درست امتیاز از دست دادیم، ولی باز همه چی آخر سر اومد سمتمون و قهرمانی نصیب تیم ما شد. بعد گل هم خوب می‌زنید. چند تا زدین امسال؟ امسال فکر می‌کنم 8 تا 7 8 تا گل زدم و تقریبا به همون تعدادم پاس گل داشتم. یک تابستون عجیبو داریم سپری می‌کنیم امسال. بله درسته. چجوری پیشنهادا تیما چجوری، چون اصلا خبرهای خوبی هم نیست از فوتسال. بله. چند روز پیشم با دو تا بچه‌ها مصاحبه کردم، اونام
خیلی راضی نبودن از وضعیت. چجوری امسال چرا اینجوری شده اصلا؟ ببینید پارسال خب من بعد از اینکه حالا نتونستیم قهرمان بشیم با نصر و پیکان وقتی بهم پیشنهاد داد انقدر اون رقم یا انقدر اون تیم خوب بود که من واقعا به پیشنهادهای دیگه فکر نکردم و سریع با پیکانم بستم. فکر می‌کنم اولین بازیکنی هم بودم که قرارداد بستم. امسال پیشنهادات زیاد بود ولی متاسفانه رقم‌ها خیلی رقم‌های ناچیزیه، یعنی همه تیمام یا می‌خوان با همون رقم‌ها ما قرارداد ببندیم یا سطح افزایش قراردادها خیلی کم بوده و واقعا برای تک تک ما بچه‌ها نمی‌صرفه. امسال خب خیلی صحبت شد، از چندین باشگاه حالا تماس گرفته شد، حرف زده شد، ولی تا این لحظه که من کنارتون هستم هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده. پس به نظرتون سوپر لیگ کمک کرد یا اوضاع رو بدتر کرد؟ ببینید سوپر لیگ واقعیتش از لحاظ کیفی لیگو بالا برد. شما پارسال اگه سوپر لیگ ما رو نگاه کنین، حالا با تمام احترامی که برای تیم شیراز قائلم، ولی بقیه تیم‌ها همه تو کورس بودن، یعنی مثلا خود ما رفتیم با رایسکایی که خب به هر حال یه سری بازیکن جوان داشت مساوی کردیم، یا یه سری اتفاقا افتاد که تو لیگای قبلی نمیافتاد. شما شاید ممکن بود حتی یه سری بازی‌ها برین 10 تا 12 تا گل بزنید، ولی امسال تیم‌ها همه نزدیک به هم بودن و من فکر می‌کنم که سطح کیفی بازی‌ها بالا رفت با سوپر لیگ، ولی متأسفانه بخش اسپانسری خیلی ضعیف شد. امسال فکر می‌کنم یه دو تا تیم خوب تیم ملی بیرونن، یعنی هنوز بچه‌ها قرارداد نبستن. خب از اونورم که خانم اردلان و خانم شریف هم بیرون هستن، تقریبا قهرمان و نایب قهرمان پارسال بیرونن دیگه، هم بازیکناشون هم مربیاشون. از اونور مدیرای تیمام اعتقاد دارن که شما بالاخره برمیگردین سر خونه‌تون با همین قرارداد. ولی بازیکن ملی بیرون نمیمونه. قطعا همینطوره. واقعیتش من فکر می‌کنم هرچی بیشتر میمونی بیرون پیشنهادها بیشتر میشه. حالا غیر از یکی دوتا تیمی که واقعا تیم ماشین رو بستن، بقیه تیم‌ها هنوز وضعیتشون مشخص نیست، هنوز مهرهاشون رو نگرفتن، تیمشون رو نبستن و قطعا هیچکس با همون قرارداد پارسال یا با یه مقدار افزایش بر نمیگرده و قرارداد نمیبنده. شما به عنوان کسی که سالهاست تو فوتسال ایران هستی، پیش‌بینیتون از آینده فوتسال ایران چیه؟ با این وضعیتی که داریم می‌بینیم آینده رو چطور می‌بینید؟ من واقعیتش هرچی جلوتر میرم خوشحالم که جزو نسلی بودم که تونستم دوتا قهرمانی آسیا رو تجربه کنم و کنارش کلی افتخارات و هر حال نایب قهرمانی اینچون کره. پیشبینی من با وضعیتی که موجوده از اسپانسر گرفته تا یه سری چیزا که خودتون میدونید، من فکر نمی‌کنم فوتسالمون دیگه حالاها به این راحتی ها بتونه قهرمان آسیا بشه. و ما الان مثلا بازیکنایی که اومدن به تیم ملی اضافه شدن خیلی بازیکنای کمی بودن، شاید همه جا بشینن بگن که خب یه سری بازیکنا همیشه بازیکنای ملی ان، 10 سال 20 سال عوض نمیشن، ولی متاسفانه خب بازیکن نیومده، ساخته نشده. و یعنی خب ما امسال مارال ترکمان داشتیم، اومد اضافه شد به تیم ملی، بچه اینقدر پیشرفت کرد که اومد حالا جزو بچهای قدیمی هم قرار گرفت کنار اونا، یا مثلا خیلی بازیکنای دیگه، ولی تک و توک بودن. مثلا تهش دو تا سه تا بازیکن اومدن به بزرگسالان اضافه شدن و این ضعف واقعا. چون ما تو فوتسال رده جوانان نداریم، فقط معطوفیم به یه تیم ملی، اونم بزرگسالان، که خب هر مربی هر سرمربی که میاد قدرت ریسکش پایین میاد. شاید ما اگه یه جوانان داشتیم و این بچه‌ها تو قالب اون تیم ملی جوانان میتونستن یه سری مسابقات برون‌مرزی برن، محک بخورن، آماده بشن و بعد بیان به بزرگسالان اضافه بشن، قطعا آینده بهتری در انتظار فوتسال بود. یه سوال تقریبا شخصی هم بپرسم، این که شما امسال با یه تیم تا نزدیک قرارداد رفتین و سر یه مبلغ فکر می‌کنم ناچیز قراردادتون شکل نگرفت. بله. قرارداد تو فوتسال زنان سر چه مبلغیه که شکل نمیگیره و انجام نمیشه؟ ببینید حالا اون بحثی که شما میگین، حالا من اسم نمیبرم، من فکر میکنم یه ذره شیطنت بود از جانب اون تیم، و یعنی اون تیم انقدر من فکر میکنم پول داشت که حالا بحث 50 تومن بالا و پایین 50 تومن. بله، مبلغی نبود که بخوان سرش چونه بزنن، ولی خب من فکر میکنم هدفهای دیگه توی ذهنشون بود که حالا این قرارداد حالا اتفاق نیفتاد. ولی کلا میخوام بهتون بگم که ما هر سال مثلا تهش 200 تومن افزایش قرارداد داریم، خیلی خوبه، یعنی مثلا 100 خورده تو خیلی از بچه‌ها شاید 100 تومن باشه، و با توجه به تورم موجودی که تو جامعه هست، مثلا من خودم الان 20 ساله دارم بازی میکنم، هنوز مبلغ قراردادامون به 800 900 تومن هم نرسیده، و واقعا من فکر میکنم یه ضعف بزرگه تو فوتسال بانوان که امیدوارم تو سالهای پیش رو جبران بشه.
و امسال خیلی ها فکر میکردن با حضور سایپا و خانم رضازاده، چون یه رفاقتی بالاخره بین شما و خانم رضازاده بود، خیلی ها فکر میکردن شما دیگه اولین نفری باشی که با سایپا قرارداد ببندی، اما فرزانه توسلی یه حرکتی انجام داد که به نظر من یه کار اولین بار رو که من دیدم یه آدم حرفه‌ای عمل میکنه و رو رفاقت تصمیم نمیگیره. درست. هنوز با سایپا قرارداد نبستین، با اینکه میدونم شاید پیشنهادم از این تیم داشته باشین، ولی این کارو نکردید. ببینید واقعا بچه‌ها واقعا مثل خانواده من هستن. من میتونم بگم که رفاقت ما از دوستی فراتر رفته و من این بچه رو جزو خانواده خودم حساب میکنم و قطعا من همیشه میگم رفاقت و دوستی از ورزش و حرفه آدم ها بحثشون جداست. خب من میتونستم به قول شما خیلی راحت، امسال هم پیشنهاد داشتم، اولین پیشنهادی هم که داشتم از تیم سایپا بود و با یه مبلغ واقعا خوب، ولی چون خیلی من فکر میکنم زمان زودی بود، من هنوز با خیلی از تیم ها صحبت نکرده بودم، حتی پیکانی که پارسال توش توپ میزدم یا بعدها که آبادان حالا بهش اضافه شد یا یه سری تیمای دیگه، خب من نتونستم، من ازشون خواستم که یکم زمان بدن که بتونم حالا راجبش فکر کنم و بعد تصمیم بگیرم. خب به هر حال اونا هم حرفه‌ای بودن، اونا هم می‌خواستن تیمشون رو زودتر ببندن و من بهشون حق میدم. این شد که واقعا نشد کنار هم باشیم و با هم بخوایم حالا برای قهرمانی به جنگیم، ولی براشون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که واقعا امسال بتونن به جایگاهی که حقشون توی فوتسال برسن و ایشالا بتونن جزو تیمایی باشن که مقام کسب میکنن. بریم سراغ تیم ملی. از چه سالی به اردوی تیم ملی دعوت شدین اولین بار؟ و اینکه اولین مربی که دعوت کرد شما رو چه کسی بودن؟ من تیم ملی اولین سال فکر کنم 82 بود اگه اشتباه نکنم، خانم پرتوی اون موقع سرمربی تیم ملی جوانان بودن، من به تیم ملی جوانان دعوت شدم، بازی دوستانه داشتیم با آذربایجان تو ایران. بعد از اون کلن جوانان برداشته شد و یه تیم رده بزرگ سالان تشکیل شد که از همون جوانان من و یه سری از بچه ها اومدیم اضافه شدیم به بزرگ سالان. و اینکه چه مقامایی تا حالا کسب کردین؟ خب میتونم از مهمتریناش تو بخش آسیایی بگم نایب قهرمانی اینچون کره سال 2013، قهرمانی جام ملت‌ها 2015 و 2018، در کنارش حالا سه دوره حضور در جام جهانی آزمایشی که مقامای پنجم و ششم رو تونستیم با تیم ملی کسب کنیم و عناوین فردی هم که خب دو دوره که به همراه تیم ملی قهرمان آسیا شدیم، به عنوان بهترین گلر آسیا انتخاب شدم. مهمترین عناوینش من فکر می‌کنم اینا بوده. بعد این قهرمانی‌ها جوایزتون هم خوب بود؟ جوایز که نه اصلاً، یعنی تو بخش بانوان متاسفانه همه چی شرایط برعکس آقایونه. نه ما بعد اون قهرمانی 2018 قرار بود که یه مبلغ 22 میلیون به ما پاداش داده بشه و انقدر وقت افتاد، انقدر طول کشید که دیگه وقتی اون 22 میلیون رو به ما دادن عملا نمیشد باش کاری کرد. 22 میلیون هم ندادن 19 و... آره دیگه مالیات بهش خورد و کمتر شد. بله آره دیگه اون موقع 2018 باش میشد یه پراید گرفت. ببینید واقعیتش دقیقاً یعنی آقای عزیزی خادم اومدن و پرداخت کردن، نه تنها تیم ما، من فکر می‌کنم یه سری رشته‌های دیگه هم حالا مثل فوتبال استایلی و اینا پاداشاشون رو زمان آقای عزیزی خادم گرفتن و میتونم بگم که تنها اتفاق خوبی که برای ما رقم خورد با اومدن آقای عزیزی خادم، خب ما فرصت نکردیم که اصلا با ایشون بتونیم کار کنیم یا اردویی داشته باشیم، ولی همین که تونستن اون پاداشای ما رو، هرچند واقعا دیر شد و شاید اصلا به دوره ریاست ایشون هم مربوط نمی‌شد، ولی اومدن و پرداخت کردن. الان امید دارین که جام ملت‌های آسیا برگزار شه؟ امید که انسان ها با امید زندن. والا چیزی که آخرین شنیده‌ای که ما داشتیم هنوز بازم ثبت نشده تو تقویم AFC و چیزی که گفته شده لفظی بوده که اسفند ماه قراره برگزار شه و من امیدوارم که واقعا وقفه نیفته، چون این وقفه‌ای که از 2018 افتاد لطمه‌شو به لیگ ما هم زد. الان شما نگاه کنید فوتسال داشت توی کشور ما خیلی بولد میشد بعد از اون دوتا قهرمانی، خب خیلی از حتی باشگاه ها اومدن روی آوردن به فوتسال خانوم ها، اومدن تیمداری کردن، وضع قراردادامون بهتر شد، ولی بعد از اون وقفه ای که از 2018 افتاد عملا من میتونم بگم که
آسیبش به تیم ملی فوتسال، به تیم باشگاهی های ما خورد و متاسفانه اسپانسرها خیلی کم شدن تو قسمت فوتسال و که یه بخشش هم به برگزار نشدن جام باشگاهی آسیا من فکر میکنم برمیگرده که ما تو فوتسال نداریم اصلا. و اینکه فکر میکنم این اسفند ما بازی های داخل سالون آسیا بله داخل سالون هم نیست. بله داخل سالون آخه من چی بهتره؟ من یه زمزمه‌ای شنیده بودم که ممکنه جام جهانی رو هم برگزار کنن به طور رسمی تو بخش فوتسال. گفتم 2026 یاد برگزار کنن. خب دیگه هیچی دیگه. هستین شما. بعد نظرتون راجع به تیم ملی الان چطوره؟ حالا شما بالاخره نسل شما یه نسل خیلی خوب بود. بله صد درصد. همه ماهایی که فوتسال زنان شناختیم با شما شناختیم. یعنی اسمایی که ما از اون موقع یادمونه به خاطر شما بود. الان به نظرتون چطوره اوضاع تیم ملی؟ ببینید نسلی که شما ازش صحبت میکنین من فکر میکنم یه نسل طلایی بود، چون زمانی که ما اومدیم فوتسال رو شروع کردیم ما مربیای واقعا فوتسالی نداشتیم. اکثر مربیای ما یا بسکتی بودن یا والیبالی بودن یا هندبالی بودن و تخصصشون فوتسال نبود واقعا. ولی خب الان مربیای با دانش اومدن تو قسمت فوتسال و من به خاطر همین میگم این نسل نسل طلاییه، چون بدون هیچ پشتوانه ای واقعا به اینجا رسیدیم. خود من این همه سالو دارم بازی میکنم، از سال 2015 تازه مربی اختصاصی گلری داشتم. یعنی قبل ترش همش خودمون تمرین میکردیم و متاسفانه الان خب تیم ملی تلفیق فکر میکنم 4-5 بازیکن بزرگسال با یه سری بازیکنایی هستن که جدید به تیم اضافه شدن و چون ما بازی برومرزی نداریم، چون بازی‌های تدارکاتی نداریم، این بچه‌ها من احساس می‌کنم هنوز به اون پختگی، به اون آمادگی نرسیدن و اگر می‌خوایم واقعا این بچه‌ها بیان تزریق بشن به تیم ملی و پشتوانه بشن برای بازیکن‌های قدیمی، باید حتما یه برنامه‌ریزی خیلی خوب براشون داشته باشیم. چون اگر بخوایم همینجوری پیش بریم من احساس می‌کنم که حتی کسب اون قهرمانی یه مقدار دور از دسترس میشه برام. بله آخه یه چیزی هم هست، اینه که الان آخرین اردویی که برگزار شد اسمش بود اردو انتخابی تیم ملی. بله. یعنی یه سری بازیکن جوون گمنام اومدن کنار یه سری بازیکنایی که ببخشید گنده این کارن دیگه، بزرگای فوتسالن. به نظرتون اصلا این درست بود که من اگه بودم، خودم اگه بودم به شخصه، کسی که دو تا جام ملت‌های آسیا داره و اینا، تو اردوی انتخابی تیم ملی اسمش برام خوب نیست؟ بله. نمیدونم چه جوری شرایط. ببینید حالا من حرف شما رو قبول دارم، ولی خب از اون ور چون مثلا من خودم به شخصه یکی دلایلی که حالا رفتم و تو اردو بودم این بودش که هنوز به جای قرارداد نداشتم، تمرینای توپی دیگه خیلی داشت وقفه میافتاد. خب این تایم اومده بودم وزنه کار کرده بودم، تمرینای هوازی کار کرده بودم، ولی تمرین توپی نداشتم و یعنی بودن این اردو رو حالا یه استارت، یه شروعی دونستم واسه اینکه بیام تمرینای توپی مو شروع کنم و به نظرم هم از دیدگاه خودم حالا اردو مناسبی بود و چون زمزمه هایی هم بود که ممکنه این تیم اعزام بشه به یه تورنمنت حالا بین المللی یا خارجی، به نظرم باید این اردو برگزار میشد. حالا اینکه چه نفراتی واقعا باید تو این اردو میومدن و تمرین میکردن، من فکر میکنم چیزیه که واقعا خود سرمربی تیم باید نظر بدن راجبش. ولی من از این نظر که حالا چون تمرین توپی نداشتم و میتونستم بیام اونجا حالا تمرین کنم، اردو رو به فال نیک گرفتم. حالا انتخاب شدیم؟ نه دیگه دوباره انتخابیه. بعد اینو میتونی جواب بدید میتونی جواب ندید، لباس ها رو بعد از بازی ازتون میگیرن؟ دیگه جوابشو گرفتید؟ نه خب میدونید چیز حالا فلسفهشون اینه که خب این اون پیراهنا همونجا توی انبار تیم ملی باشه و بچه‌ها که دوباره برمیگردن به تیم ملی همون لباسا خب آماده اونجا باشه و دوباره به بازیکن‌ها داده بشه دیگه. کیفیت لباس خوبه دیگه. آره دیگه. آره دیگه دیگه مجید اومده اسپانسر شده. شما هم که به مقنعه حساسی. نه میدونید حالا واقعا فلسفه‌شون اینه، میگن که خب مثلا ممکنه لباس‌ها رو بچه‌ها ببرن گم و گور کنن یا هزار یک چیز دیگه، ما اینا رو لباس‌ها رو نگه می‌داریم، هر وقت که اومدن تو اردو ما دوباره لباس‌ها رو بهشون برمی‌گردیم. آخه من شنیدم شما قبل بازی قبل تمرین اگه مقنعه‌تون گم بشه اصلا عصبی میشیم. خبر میرسه. من این مقنعه دارم فکر کنم 5 سال دارم میپوشمش.
یعنی یه جوریه که بازی به بازی فقط سرم میکنم، چون یه دوره اومدن یه سری مقنعه دادن بهمون، خیلی کیفیتش خوب بود، بعد از اون خیلی کیفیت مقنعه واقعا اومد پایین. بعد اینا واسه همون 4-5 سال پیشه. بعد الان این چیزی که شما گفتین خندم گرفت. آره قبل یه بازی تو لیگ جالبه که مقنعه‌ام تو کیفم بود، واقعا داش گریم میگره واسه اینکه مقنعه‌ام نبود و بعد یه مقنعه دیگه سر میکردم. حالا امیدوارم که مجید یه چیز کنه. خدا شکر اونو ازتون نگرفتن. نه نه اونو دارم من. اون برای خودم بود آخه. تا کی قراره تو تیم ملی بازی کنید؟ از این سعدی جوابا که آره. تا وقتی که بدنم بکشه. نه بالاخره هر دروازه‌بانی شما، بوفون هم که بود دیگه، بالاخره یه روز فوتبال خلافیزی که هر دروازه‌بانی. این یه سواله بالاخره. من میتونم بگم تقصیر اطرافیانه که هر کی از راه میرسه به من میگه تا 45 سالگی میتونی بازی کنی، وگرنه من خودم واقعا قصدشو ندارم. یعنی من میگم آدما باید اون چیز قشنگی که خودشون ساختن، اون رزومه خوبی که خودشون ساختن رو خراب نکنن. و قطعا منم واقعا فکر میکنم که حالا اگر بخوام حالا تیم بحث باشگاهی فرام کنه، ولی ملی نهایتش واقعا بتونم 2-3 سال دیگه بتونم به تیم ملی خدمت کنم و بعدش ترجیح میدم که واقعا اون روزای خوب و اون ذهنیت خوب رو نگه دارم و خرابش نکنم. آخه شما هم انقدر خوب بودین تو تیم ملی و باشگاهی که ما هم حتی دوست نداریم به شما از تیم ملی برید و یا از فوتبال خدافظی کنید، چون نسلی که داره جدید میاد شما رو باید ببینه. بله صد درصد. شما رو ببینه، بازیای شما رو ببینه و درس بگیره. این خیلی مهمه. دیگه به قول شما بوفون هم که بوفون بود خدافظی کرد و خدافظی یه چیزیه که واسه همه بازیکن‌ها هست و سخته دیگه. مثلا خب منی که این همه سال بازی کردم قطعا وقتی بهش فکر میکنم برام سخته، ولی این اتفاق به هر حال خواه ناخواه اتفاق میفته و امیدوارم که اون روز مثل همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تو اوج باشم و بعد خدافظی کنم انشالله. بعد شما این فصل که تو پیکان بودین دو تا گلر جوان دیگه هم داشتین کنارتون. بس. نظرتون راجع به اونا چیه؟ واقعیتش گلرهای جدید جوان، من حالا با هر کدومشون که کار میکنم همیشه بهشون میگم، میگم که اگر واقعا هر بازیکنی هستن نه گلرها احساس کنن که واقعا دیگه خیلی خوبن، دیگه مثلا همه چی تمومن و اینا، اون روز لحظه‌ایه که واقعا اینا من فکر می‌کنم پس رفت می‌کنن. به نظر من یکی از دلایلی که شاید خود من تونستم این همه سال بازی کنم این بودش که هیچ‌وقت خودم رو برتر از بقیه ندونستم، همیشه تلاش کردم واسه اینکه بهتر بشم، چون احساس می‌کنم که هر سالی که می‌گذره هر کدوم از ما هنوز پتانسیل اینو داریم که بهتر بشیم، پیشرفت کنیم. و بچه های جوانتر الان یه ذره به خاطر حالا من فکر میکنم اون سن و سالشون هست، به یه جایی که میرسن احساس میکنن دیگه تمومه، دیگه الان بهترینن، الان دیگه جایی رشدی ندارن. ولی من همینجا بهشون میگم، میگم واقعا تا روز آخری که آدم داره بازی میکنه میتونه درس یاد بگیره، نکته یاد بگیره و میتونه پیشرفت کنه. بعد به فوتبال که فکر نمیکنی شما بازی کردن فوتبال؟ چون شنیدم من... یه سری خبر هست از فوتسالیا که برن فوتبال. فوتبال نه، من اتفاقا یکی از خبرنگارا با هم صحبت میکرد، گفتم همه این ماها یه تایمی تو فوتبال بودیم. من خودم تو فوتبال شاید خندتون بگیره گولر بودم، دفاع بودم، هافک بودم، زمان خان وقاری همه پست‌ها رو بازی کردم. ولی اگر یه روزی قرار بود فوتبال بازی کنم دوست داشتم مهاجم بودم. شنیدم که تو فوتبال هم ادعا دارین، حاضرین با بچه های فوتبالی بازی بندازید؟ آره آره حتما، چرا که نه. همین الان من بهتون گفتم خیلی بچه های ما قبلتر فوتبال بودن، یعنی مشترک فوتبال و فوتسال بازی میکردن و من هم اینجا درخواست میکنم که یه بازی دوستانه بین بچه های فوتبال و فوتسال برگزار بشه. میتونیم برعکسش هم کنیم، هم یه بازی دوستانه فوتبالی برگشت. آره هم یه بازی دوستانه فوتسالی. مثلا یه بازی خیلی عالی میشه به نظر من. دقیقاً من فکر کنم تیمم خوب بشه فوتسال اگه بخواد تیم فوتبال بده. ببینید آره خیلی مم... نه من گفتم الان دیگه من مهاجم بازی کنم. شما دیگه اونجا مهارت دارین. گلم خوب می‌زنید. من به سارا تو اردو شیربیگی داش میگم می‌خوام برم فوتبال، گفتم که هر جا رفتی بهت بگم منم می‌خوام بیام مهاجم. گفت من خودم مهاجم. گفتم میگیم که دو مهاجمه بازی کنن دیگه اون تیم 4-4-2. آره تیم خوب میشه. نصر مقیمی هم قد بلنده، هافک بخاری آره. نصر اصلا فوتبال دوست نداره، ولش کن. آره فکر کنم پوستش خراب میشه. علاقه ای نداره. چند روز پیش یه استوری گذاشته بودین
و نوشته بودین که صحبت‌های منو خوب منعکس نکردن اینا. جریان استوری اصلا چی بود؟ اون صحبتاتون چی بوده؟ نه میدونید بحث اینه که خب دقیقا هم شما هم ما دنبال اینیم که حالا فوتسال بانوان، فوتبال و اصلا ورزش بانوان رو واقعا روش بدیم و اینا، و شاید مثلا خیلی چیزا بین ماها رد و بدل بشه که حالا شاید نیازی نباشه که بیرون هم انعکاس داده بشه. ولی خب متاسفانه حالا یه سری صحبت ها بود که من با خودشون هم صحبت کردم، گفتم میخوام یه همچین کاری کنم، خودشون هم موافق بودن و تونست مجبور شدم که واقعا یه همچین استوری بذارم. اولین بار بود که کلا فکر میکنم تو این همه سالی همچین کاری کردم. کلا حاشیه ندارید خدا رو شکر. آخه سعی کردم همیشه واقعا سرم تو کار خودم باشه و میگم همیشه ذهنم دغدغم این بوده که فوتسال بازی کنم، پیشرفت کنم، بالاتر برم و من فکر میکنم هر چقدر آدم از حواشی به دورتر بشه موفق تره. و لقب عقاب از کجا اومد؟ عقاب و بعد هم قهرمانی ها تو آسیا، حالا من که دقیق نمیدونم ولی یه سری ها گفتن که آقای عابدزاده همچین لقبی داد و همینجوری یه جورایی دهن به دهن شد دیگه. کل اهالی فوتبال و فوتسال هر وقت منو میبینن میگن عقاب. آره تو آسیا هم که میرفتین تو هتل ها صدای آژیر در میآوردین؟ نه نه ما بچه های مثبت و خوبی بودیم. آره از اتاق میومدیم رستوران، از رستوران میرفتیم اتاق. بعد گلر مورد علاقتون که بارها من شنیدم گفتید نویر، حالا نمیدونم واقعا این نویره؟ آره ببینید خب من اصلا کلا وقتی حالا فوتسال شروع کردم، خب ماها چون موقع فوتسال خیلی پیشرفت نکرده بود همه الگوهامون فوتبالی بودن دیگه. مثلا من خودم آقای عابدزاده رو خیلی دوست داشتم تو ایران، بوفون خیلی برام خاص بود به خاطر هم شخصیتش هم به خاطر اون تیپایی که میزد برام خیلی خاص بود بوفون. ولی وقتی نویر اومد به خاطر اون سبک جدیدی که تو فوتبال آورد، بازی با پا و جمع کردن پشت مدافعها، برام خیلی گلر خاصی شد بوفون نویر. ولی خب نتونست خیلی سال، حالا به خاطر یه سری مسئولیت و اینا، بوفون برام خیلی اسطوره بود برای اینکه خیلی سال تونست خودش رو تو اوج نگه داره، خیلی سال تونست تو بالاترین سطح بازی کنه و الانم که خب تو فوتسالیا اگر اشتباه نکنم میگویی تا گلر مورد علاقه من. یه دروازه‌بان هم نمیدونم آذربایجان کجا؟ بله همون گلر مورد علاقه همه که با پا گل زیاد میزنه، واقعا خوبه. یعنی من فهم میکنم اصلا ایشون سبک کلن گلری فوتسال رو تغییر داد و الان تو تمام دنیا ضعفی که الان ما تو بخش بانوان داریم از گلر دارن به عنوان یار پنجم استفاده میکنن و عملا ما تو بخش آقایونمون هم البته این ضعف رو داشتیم، اینکه خب بازی با پای گلرامون خیلی خوب نبوده، ولی الان شما همه جای دنیا دیگه یعنی همه تیم‌ها دارن از گلر به عنوان یار پنجم استفاده میکنن و تقریبا میتونم بگم کلا سیستم و بازی فوتسال و گلرها دارن تعیین میکنن. آره آره من یادمه که حالا الانم همین جوریه، از پاور پلی استفاده میکنم و یه بازیکن میاد جای دروازه بان. اما مثلا شما خودتون به عنوان اون یارو پنجم دیگه همش جلوید و درسته. فکر کنم تو ایران الان شما این کار فقط انجام میدید، هستن دروازه بانای دیگه هم؟ نه من حالا ندیدم، ولی کلا میگم من شاید چون اوایلش خودم بازی میکردم بعد اومدم حالا گولر شدم، همین یه حسنی بود که بهم کمک کرد. البته واقعا میتونم بگم که تمرین کردن، یعنی من خودم بازیکنی بودم که خب راست پا بودم و یه تایمی یه اتفاقی افتاد مصدوم شدم و مجبور شدم فقط پای چپم استفاده کنم و الان با چپ بهتر از راست حتی پاس میدم، حتی شوت میزنم و فکر میکنم واقعا با تمرین کردن همه چی آدم میتونه به دست بیاره. و اینکه بهترین رفیق فوتسالیتون؟ بهترین رفیق فوتسالی من با نس خیلی صمیمیم، 9 سالم با هم هم تیمی بودیم، پارسال از هم جدا شدیم و اینا. یه سال با هم هم تیمی نبودیم، قهرمان نشدیم. ببینید میدونید دیگه انقدر با هم کنار هم بازی کردیم دیگه مثلا خیلی راحتیم، انگار مثلا دیگه بازی همون میخونیم، رو دست هم واقعا خیلی سال کار کردیم و کلا گولرا خب همیشه دوست دارن واقعا یه بک خوب، یه بک مطمئن داشته باشن و واقعا نس از این جمله بازیکناست که واقعا میشه بهش اعتماد کرد
و سال به سال به نظر من اومد خودش رو کشید بالا، پیشرفت کرد و الان جزو میتونم بگم که کلیدی ترین مهره های فوتسال هستش. و تو بکای ایران که شما باهاشون هم بازی بودین به جز خانم مقیمی دیگه با کی راحت بودین تو زمین؟ خب من قبل تر از نصف با نسیمه، خب سالیان سال تو تیم ملی کنار هم بازی کردیم و واقعا ایشون هم یکی از مطمئن ترین بکای ایران بودن نسیمه، و میگم مثلا خیلی آسیایی ما کنار هم بودیم، حتی اون آسیایی که رفتیم مقام نیاوردیم یا آسیایی که رفتیم قهرمان شدیم و اینا، من با نسیمه فکر میکنم تو تیم ملی بیشتر از باشگاهی هم تیمی بودیم با هم، و خب پارسال هم دوباره پیکان کنار هم بودیم و ایشون هم یکی از واقعا عقب گیرای خوب ما هستن. بعد به مربیگری هم فکر میکنی بعد فوتسال؟ دوست ندارم، شاید واقعا وقتی گذاشتم کنار مثلا دلتنگ بشم برگردم و اینا، ولی در حال حاضر نه، اصلا بهش فکر نمیکنم. خب صحبت‌های ما دیگه تموم شد تقریبا، حرفی مونده که نگفته باشیم برای شما بخواییم بگید؟ حرف که نه واقعا، فقط این که امیدوارم یه سری واقعا اتفاقا بیفته که هرچی زودتر جام باشگاه تو بخش فوتسال استارت بخوره. یعنی من فکر می‌کنم اگه جام باشگاه بیاد اضافه بشه، هم وضعیت اسپانسرها درست میشه، هم قراردادای ما بالاتر میره، همین که دیگه الان تیم‌ها نمیان بگن که خب مهم نیست حالا ما دو تا سه تا میگیریم، مثلا میگم ما چهارم هم شدیم اشکال نداره، قطعا وقتی جام باشگاه باشه قرارش قهرمان بره به اون مسابقات، همه اسپانسرها همه تیم ما به تکاپو میفتن که یه تیم خوب جمع کنن که تیم رو برای قهرمانی ببندن که بتونن از بر جام باشگاه برن، ولی چون الان عملا جام باشگاه نیست هیچ خروجی هم نداره قهرمانی دیگه. یعنی حرفی که خب با هر تیمی که ما قهرمان شدیم زدن، خب قهرمان شدیم تهش چی، حالا مثلا قهرمان نشیم چه اتفاقی میفته، ولی وقتی جام باشگاه باشه دیگه این حرفا نیست و اسپانسرها بیشتر واقعا ترغیب میشن که بخوان سرمایه گذاری کنن تو فوتسال، و امیدوارم که هرچه زودتر بازیای ملی به تقویم AFC برگرده، چون از اون ور داره به لیگ ما هم لطمه میزنه نموده این بازیا، و امیدوارم دوباره جام ملت‌ها المپیک داخل سالن بیاد به تقویم AFC اضافه بشه. بعد تیم قهرمانو فکر کنم براش آورده ای نداره دیگه، الان تیم قهرمان نداره واقعا. ببینید مثلا قهرمانی فقط آره، مثلا خب یکی از حالا حرفایی هم که واقعا حالا ما پارسال با پیکان قهرمان شدیم زده میشدیم بود که خب قهرمان شدیم چی، من واقعا به باشگاه هم حق میدم، ولی خب از اون طرف ماهایی هم که داریم زحمت میکشیم، 4 ماه 5 ماه عجیب هزینه میکنیم، تمرین میکنیم برای یه 6 ماه که قرار فقط قرارداد ببندیم، برای اون 6 ماه دوباره 6 ماه بعد عجیب هزینه کنیم، مال ما هم سخته، یعنی دو طرف قضیه دارن راست میگن، ولی اومدن یه بازی مثل جام باشگاه ها هم ترازو رو به نفع ما سنگین میکنم به نفع باشگاه، و امیدوارم که هرچی زودتر این اتفاق بیفته، آقای تاج که الان صاحب کرسی هستن تو AFC بتونن با نامنگاری جام باشگاه رو بیارن اضافه کنن. انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنون. بعد حرف آخرتون اگه هرچی تشکری چیزی دارید ما در خدمت. اولا که تشکر میکنم ازتون و برنامه خوبتون، فقط هم جا داره ازتون خواهش کنم توی این 1 ماهی که حالا تا شروع سوپرلیگ مونده از طریق شبکه استادیوم که حالا با مجموعه فوتبالی داره همکاری میکنه بتونین پخش حالا سوپرلیگ رو بگیرین، مجوز پخش سوپرلیگ رو بگیرین، چون من فکر میکنم پخش بازیای ما کمک میکنه به دیده شدن، و دیده شدن باعث میشه که حالا لحاظ مالی هم ماها بیاییم ساپورت بشیم، و من فکر میکنم حالا یه تایمی اومدن یه سری سایت ها اومدن سعی کردن که یه سری بازی ها رو حالا بیشترم تو تهران بود، خب شهره تو تهران معیتر بود بگیرن، ما این درخواست ما بازیکن ها و فدراسیون داشتیم، ما یعنی قبلتر از شما نامه زدیم که بشه ایشالا مجوز بدن که یه سری شبکه‌ها بیان بازیامون رو بخوان پخش زنده داشته باشن، و من امیدوارم که شما پیگیر باشین مثل الان که دارین حمایت میکنین وقت میذارین، و در آخرم از خانواده خوبم به خصوص مادرم که تو تمام این سالها حامی و پشتیبانم بوده تشکر میکنم، امیدوارم که تونسته باشم حالا با این مقام هایی که کسب کردم گوشه از زحماتش رو جبران کرده باشم.
خیلی ممنون. فکر میکنم یه گفتگوی خیلی خوب شد با ممنون از شما خانم توسلی عزیز، که ایشالله ما همچنان تو زمین فوتسال ببینیمشون. ایشالله ببینین، همین قبلش داشتین میگفتین که ای خدا حافظی میکنین، درش خودتون آرزو کردین. سال یکی پیش میاد بالاخره، حالا درست سن و سال نداریم ولی بالاخره آدم یه روزی باید تو 25 سالگی یه نفر به آره دیگه، تو 25 سالگی 20 سالگی. خیلی ممنون، متشکرم از شما.